سلام سلام، خیلی خوشحالم دوباره دارم میبینمتون. یه بهه با چقدر خوشبوه به گرفتم، دو تا دونه گرفتم برای یه خوراک یا یه خورشت خیلی خوب میخوام درست بکنیم که توش مرغ داره. میتونید البته با گوشت قرمزم امتحانش بکنید و وای چقدر این خوشمزه است. الان میریم برش ها رو ببینید. قبل از اون که بریم سراغ برش ها، چند روز پیشم بهتون گفتم توی استوریای تو اینستاگرام که هر بار شما بخواید چاقو استفاده بکنید، مهم نیست کیفیت و کوالیتی چاقو چقدر بالا باشه، مهم اینه که اول حتما با چاقو تیز کن اونو تیز بکنید. اینا اسمش مسخله. دستمو ببینید، اگر این زاویه 0 درجه باشه، این زاویه 90 درجه باشه، بهتره که ما با یه زاویه 20 درجه‌ای چاقومون رو تیز بکنیم و از پایین ترین نقطه چاقو تا نوک چاقو اون رو به مسخل بکشیم. این اسمش مسخله دیگه، گفتم. نگاه کنید دستمو. آها، و هر دو طرفش. عالیه. و الان یک سری براده های آهن روی چاقو هست، حواستون باشه حتما اون رو با یه دستمالی که مناسب برای سطوحه یا یه تیکه دستمال کاغذی حتما پاکش کنید، بعد شروع بکنید به برش. بفرمایید. نکنید یه انقدر دستمال کاغذی بریدم. ببینی براده داره، این براده خیلی چیز بدی اگه بره تو غذامون دیگه، براده آهنه. خب حالا تاثیر رو ببینید روی چاقو. ببینید چقدر تیز میشه چاقو. الان اینا رو قشنگ به حالت خورشتی و ریز خورد میکنم. قابل عملم که گذاشتم داغ شده، الان دیگه فکر کنم داغیش به اندازه است. اول پیاز رو بریزم که سرخ بشه، روغن بزنم، این روغنه، نمک و فلفلش هم همین الان میزنم. بازم ولی بعدا تست میگیریم برای نمک، چون حتما نمک میخواد. به شیرینه رو به انارم که میخوایم بزنیم حتما باز نمک میخواد، ولی الان نمک میزنم که پیازمون مزه بهتری بگیرد. بریم سراغ بقیه موارد. تا اون پیاز سرخ میشن من به ها رو، وای به به، برش میدم. برش های به هم دقت بکنید، الان هر به شد 4 قسمت، درسته؟ حالا هر یک قسمت رو دوباره من نصف میکنم، یعنی ما هر یک به رو 8 قسمتش میکنیم. اینجوری، اینجوری، اینجوری. حالا این وسطش هم، این هسته هاش هم اینطوری میتونید جدا بکنید، یعنی این اون چیزیه که ما بهش احتیاج داریم. بهار رو دارید میبینید این شکلیه. من قبلا یه دونه به ماهیچه درست کرده بودم این شکلی، ولی خب اون ماهیچه های بزرگ بودن. الان میخوایم مرغ استفاده کنیم، میخوایم مرغ هم بره تو ابعاد خورشتی، به خاطر همین بیاید یه کار دیگه بکنیم، هر به رو 3 قسمت بکنیم که بشه اندازه مرغامون. میخوام مرغا رو هم توی این سایز درست بکنم. اینم برش بدیم و بریزیمش توی ماهیتابه. بذار ماهیتابه رو بذارم داغ شه. روغن، به ها رو میریزم، آها آها، یکم نمک. خب بیاید اینجا سریع یک دیگر رو بهتون بگم. میخوام که گردو بریزم اما یه حرکتی بزنیم. من گردو رو میریزم توی هاون، هم بدونم پوستینا نداره، در همین حد هم کافیه، در حد فکر کنم نصف لیوان شد. نکته ای که هست، اول قشنگ باید پورش بکنم. نگاه کنید دستمو. برم، میخوام اون آروما، اون فلیور و اون عطر گردو رو خیلی سریع بگیرمش، پس بیاید یه فن خوبم بهتون یاد بدم. بیاید با هم
نها کنید پیازا تقریبا ماشاءالله چقدر این سنگینه. گردوها رو میریزم این تو، این از این. حالا قشنگ دوباره با این کار باعث میشه که روغن گردو آزاد بشه. آزاد شدن روغن گردو باعث آزاد شدن اون عطر و مزه خوب گردو توی غذاست. بریم سریع مرغا رو بارش بدیم، برگردیم. سینه مرغ تو ابعاد اما اندازه ب این شکلی تو ابعاد خورشتی. عرض کردم که این کار رو شما میتونید با گوشت قرمز هم انجام بدید، خیلی باحال میشه، ولی من خب حالا مرغ داشتم، با مرغ دارم درست میکنم. به به، مرغ داخل. به به، چه چیزی بشه. حرارت زیاده، حرارت رو اینجا اصلا نباید کم بکنید. من یه کوچولو دیگه فلفل سیاه به هوای ورود جدید مرغا میزنم. حواستون همزمان به به باشه. آراسی اینم بگم، زعفرونم من دم کردم، یعنی اول آسیاب کردم بعد یخ ریختم روش که دم بکشه. بهو ببینیم. خب الان وقتشه که رب انار رو من اضافه کنم به به. این وسط رو خالی میکنم. تقریبا 2 الی 3 قاشق رو به انار رو میزنم. حالا شروع میکنم به مخلوط کرد. به به، عطرش بلند شد، عطرش بلند شد. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. خب زعفرون این برم بریزم. وای وای، شگفت انگیزه، شگفت انگیزه واقعا واقعا. آب بذارید بجوشه، چون به محض اینکه این سرخ بشه و به رو اضافه کنیم باید با آب جوش بذاریم تا بپزه. من یه دقیقه کترم بار بذارم براش. این از این برنج شسته شده و آب، نمکش، روغنش و بجوشه و آبش بره. 10 دقیقه از اینکه ما مرغ ریختیم تو پیاز و گردو میگذره. این هم دیگه قشنگ سرخ شده، نرم شده. خاموشش میکنم، بریزمش تو مرغا. این از این یه مخلوط کنم. آبم جوش اومده. ببینید چقدر همشون الان یک دست و یک اندازن و چقدر خوشگله. وای به به. آب جوش بریزم. به 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 به، همین الان لعاب رو ببینید، همین الان. خب حالا حرارت کم، کارمون تقریبا همه چیزش آماده است. درشم میبندم، اینم تمیز بکنم. همه چیزش رو زدیم دیگه. آره، زعفرون زدیم، نمکیناش هم زدیم، فلفلش هم زدیم. آماده آماده است. برنجمون هم که این پایین دارید میبینید قراره که آبش بره و درش رو ببندیم تا دم بکشه. کار دیگه ای نداریم، من برم آشپزخونه رو تمیز کنم. آروم فقط این کار رو انجام بدین. ها
حالا حرارت کم، این هم از این دیگه، هیچ کاری دیگه نداری. خدافز 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 خدافز. این برای برنج، این هم برای خورش. یکم هم زعفرون داریم که میتونیم باهاش برنج زعفرونی درست کنیم. بریم مرغ رو ببینیم. به به، یک ساعته که پخته و چی شده؟ بذار با این، نه این خرابش میکنه. نگاه کنید چطور بچه ایه. تست نمک قبل از کشیدن عالی، و سرخ شدن مرغ و سرخ شدن بهو ببینید. برنج هم که آماده است بریم اونور. خب اجازه بدید اول یکم برنج، اوف اوف، چی برنجی کته درست میکنه ابراهیمی. میگم بیا ببین، یکم زعفرونم برای روش. خب این برای برنج بالا. اگه دوست داشتید بعضی وقتا یه زرده تخم مرغ یا یه تیکه کرم واسه این خیلی جذابه. یه کوچولو دیگه و تمام. زعفرونشو بدم. آخه اصلا زعفرون که میاد رو برنج، فرمت برنج چقدر شکیل تره. به 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 به، اوه 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 اوه، چی بگم آخه در وصف این زیبا روی چی میشه گفت؟ وای خوشگلو ببین. از بس از آب گردویش هم بریزم. خب یکم دوباره از آب گردویی نگاش کنید. اینکه ترش باشه یا شیرین باشه اینا همه به رب اناره بستگی داره، چون این به شیرینه دیگه، به شیرینه. اوه نگاه کن اصلا اینطور هم تعمل کنم. یعنی کراب میشه. شاهکاره شاهکاره. دو تا نکته بگم. اولا اینکه حتما این غذا رو درست بکنید، عاشقش میشید. دو، اگر به هر دلیلی به دوست ندارید همین حرکت رو با کدو حلوایی بزنید، یعنی به رو حذف بکنید، کدو حلوایی رو بیارید جاش. مراحل عین همین، و به خورشته، حالا به خوراک کدو حلوایی با مرغ میرسید. امیدوارم که لذت برده باشید. خانم آقای نواب ابراهیمی هستم و به زودی شما رو دوباره میبینم. خدافظ.